من سیمین ایوز زاده، مادر امید علی شناس هستم. پسر منو 14 ماه پیش اومدن توی خونه دستگیر کردن. هیچ اتهام بدون هیچ اتهامی و هیچ اتهامی رو اعلام نکردن. وسایل شخصیش رو مثل کامپیوترش و لپتاپش و موبایلش و وسایل خونه رو کامپیوترهایی توی خونه رو بردن و بر اساس این کامپیوتر اطلاعاتی که تو کامپیوترش بود براش پرونده درست کردن. پسر من هیچ جرمی مرتکب نشده، حامی کودکان کار بوده، از مادرای اعدامیا دیدن میکرده. تنها کاری که کرده این بوده، به خاطر انسانیتش. پسر من به جرم انسانیت توی زندانه، حکم سنگین 10 سال بهش دادن. وعده های دروغی آزادی با قرار وثیقه دادن، وعده دروغی آزادی تا 1 هفته، 10 روز، 2 هفته دادن. به ما گفتن حد اکثر 6 ماه بهش حکم میدیم و در نهایت تو دادگاه بهش 10 سال حکم دادن. همیشه ما رو به ما میگفتن که مصاحبه نکنین، اطلاع رسانی نکنین، امید به زودی میاد خونه. ما رو مدت ها ساکت نگه داشتن، ولی من بعد از اینکه فهمیدم دیگه همش دارن دروغ میگن به ما، من شروع کردم به اطلاع رسانی و تا موقعی که پسرم از زندان آزاد نشه من سکوت نمی کنم. من یه مادرم، مادر از بچهش نمیگذره. چرا اینا فکر میکنن که ما از بچه‌مون میگذریم؟ چرا اینا همچین توقعی دارن از ما؟ ما مادریم و انسانیم، عاطفه داریم و بر اساس عاطفه انسانیمون و مادریمون رفتار میکنیم. حق بچه ما موندن تو زندان نیست، باید آزاد بشن. من پسرم رو 6 ماه از پشت کابین میبینم. ملاقات حضوری نداشتم، نتونستم بغلش بکنم، ببوسمش، به خاطر اینکه پسرم رو وادار میکنن که لباس زندان بپوشه، در صورتی که امید حقشه که با لباس خودش بیاد ملاقات. برخلاف قانون دارن عمل میکنن، در نتیجه پسرم حاضر نیست که بیاد ملاقات با لباس زندان. برای پسرم قرار وثیقه 100 میلیونی صادر کردن، ولی هیچ وقت حاضر نشدن که این قرار رو عمل بکنن. برخلاف قانون پسر من الان تو زندانه، هنوز حکمش قطعی نشده. همیشه خلاف قانون عمل کردن از اول دستگیری پسرم تا به حال، ولی از ما میخوان که سکوت کنیم. من سکوت نمی کنم به خاطر اینکه حق پسرم این نیست که تو زندان باشه. پسر من و همین اونایی که تو زندان هستن، به جرایم سیاسی و امنیتی و عقیدتی تو زندان هستن، جز پاکترین انسان های این مملکت هستن. به اینا باید مدال داده بشه، نه اینکه به زندان بفرستن و حکمای سنگین 10 سال، 13 سال، 14 سال و غیره بدن.